سلام، به نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. باز هم با شما همراه شدیم تا چشم وسیع ایران در آسمان ها رو با هم ببینیم و ببینیم که آیا کسی میتونه با پرنده های رادارگوریز یا هر وسیله دیگه ای وارد آسمان های ایران بشه یا نه. چرا که این اواخر آمریکا و فرزندان خلفش اسرائیل رزمایشی رو برگزار کردن که مثلا میخوان به تاسیسات هسته ای ایران وارد بشن. تا پایان با ما همراه باشید و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. پیشرفت سامانه‌های پدافند هوایی ایران حالا به مرحله بی‌نیازی نزدیک شده، ولی ظاهراً این پایان کار نیست و ایران گام‌هایی در جهت صعود کم سابقه در حوزه سامانه‌های پدافندی برداشته. این در حالی هستش که ساخت سامانه باور 373 در کمتر از 10 سال تکمیل و اجرایی شد. بنابراین حالایی که ایران به بالاترین سطح فناوری دفاعی در حوزه پدافند هوایی دست پیدا کرده، از این به بعد توی مدت زمان کوتاه‌تری قادر خواهد بود که محصولات با کیفیت‌تری را تولید بکنه. به معنای دیگه ایران توی مرز علم پدافند روز دنیا در حال حرکت و هر لحظه باید منتظر اعلام یک خبر و دستاورد جدید دفاعی در این حوزه بود. کشف، رصد، پایش، درگیری و انهدام اهداف هوایی به ویژه پهپادها و حتی نشوندن و سالم گرفتن اونها از جمله قابلیت‌های نرم و سخت پدافند هوایی که نمونه‌های متفاوتی از اون رو طی سال‌های اخیر شاهد بودیم. البته حاصل این همکاری‌ها هم امنیت خیلی بالای آسمان ایران اسلامی در قالب شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشوره. شبکه‌ای که با دارا بودن لایه‌های مختلف و متعدد امنیت خیلی بالایی رو برای کشورمون فراهم کرده. این پیشرفت‌ها در افزایش سطح پوشش راداری کشور هم مشهوده، به نحوی که پدافند هوایی کشورمون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با پوشش بیش از 3600 نقطه، گستردگی فراگیر و کارا بودن خودش رو در حفظ آسمان ایران اسلامی از پرنده های متخاصم و بهبود تردد هوایی و مراقبت های اطلاعاتی فرامنطقه‌ای نشون داده. یکی از ابزارهای این رصد و پایش رادارها هستند که صنایع دفاعی کشورمون نمونه های متنوعی از اونها رو طراحی، تولید و همچنین کاربردی کرده. از جمله رادارهای راهبردی ایران، رادارهای کیهانی معروف به رادار سپهری که دست کم دو نمونه از اون در سطح کشور مستقره و امکان پایش حرکات دشمن رو با بهره گیری از لایه یونوسفر زمین تا شعاع 3000 کیلومتری فراهم میکنه. یکی از این رادارها که در شمال غرب ایران مستقره، امکان پایش تا اروپای مرکزی و پایگاه‌های ناتو رو ممکن میکنه. توی تصویری که می‌بینید رادارها به صورت آرای 4 ضلعی به همراه دو فرستنده در گوشه در نقطه مرتفعی به ارتفاع تقریباً 800 متری قرار گرفتن. این رادارها که مسئولیت کشف زود هنگام موشک‌های بالستیک و کروز، پرنده‌های پنهانکار و غیره را دارند، از جمله سرمایه‌های راهبردی نظامی ایران هستند. در سالهای اخیر وجود تهدیدات مختلف و همچنین گسترش تهدیدات باعث شده تا مسئولان دفاعی کشورمون بیشتر به فکر طراحی و ساخت رادارهای بومی باشن. یکی از این تهدیدات که توی سالهای اخیر بیشتر به چشم می‌خوره، هواپیمای بدون سرنشین یا پهپادها هستند. پهپادها که در سالهای اخیر به عنوان یک تهدید جدی در دکترین دفاعی کشورها به خصوص ایران اسلامی مطرح هستش، باید توسط سامانه‌های خاص مثل رادارها شناسایی بشن. نمونه دیگه و در واقع کوچکتر این دست رادارها، رادار قدیره که از یک فرستنده تک در مرکز 4 ضلعی راداری بهره میگیره و به عنوان مثال در جنوب غرب ایران و اون یکی هم تقریبا در مرکز ایران مستقر شده و همه حرکات پرنده ها رو تا دوردست ها در نظر داره. به همین خاطر حمله غافلگیرانه با جنگنده به ایران کاملا منتفیه. رادارهای ماورای افق قدیر در ساختار ساده تر هستن و میشه تعداد بیشتری در صورت نیاز ساخت. رادار سپه تصاویر سه بعدی تولید و از سیگنال های ضربانی استفاده میکنه. پهنای باند رادار از 60000 کیلوهرتز تا 1 مگاهرتز قابل تغییری که امکان فعالیت در شرایط جنگال سنگین رو فراهم می‌کنه. به طور نرمال انگار سیگنال هایی در محدوده 28 مگاهرتز پخش میشن. رادارهای کیهانی معمولا از نظر سخت افزاری نسبت به رادارهایی با فرکانس بالاتر پیچیدگی کمتری دارن، اما از نظر نرم افزاری و پردازشی خیلی پیچیده هستن.
پیشرفت در زمینه پردازش سیگنالی کمک خیلی زیادی در تخمین نسبتاً دقیق موقعیت پرنده‌های پنهان کار خواهند کرد. دقت این اندازه‌گیری‌های راداری البته به اندازه رادارهای فعال AESA نیست و استفاده از اونها فقط در قسمت هشدار اولیه و به دنبال اون مقابله سریع با تهدید هستش. کشوری که از رادار کیهانی استفاده می‌کنه در واقع می‌تونه در لحظه حرکات منطقه اطراف خاک خودش رو رصد بکنه. پیشرفت سامانه‌های پدافند هوایی ایران حالا به مرحله بی‌نیازی رسیده، ولی ظاهراً این کار پایان کار نیست و ایران گام‌هایی در جهت صعود کم سابقه در حوزه سامانه پدافندی برداشته. سامانه باور یکی از این نمونه ها هستش. بنابراین ایران به بالاترین سطح فناوری دفاعی در حوزه پدافندی دست پیدا کرده و هر روز یک محصول با کیفیت رو تولید می‌کنه. البته حاصل این همکاری ها هم امنیت خیلی بالا در آسمان ایران اسلامی در قالب شبکه یک پارچه پدافندی هوایی کشوره. یکی از ابزارهای این رصد و پایش رادارها هستند که صنایع دفاعی کشورمون نمونه های متنوعی از اون رو طراحی و تولید و همچنین کاربردی کرده. امیر سرتی فرزاد اسماعیلی فرمانده اسبق قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در سال 93 درباره این رادارها گفته بود که ما در خصوص رادار سپهر هیچ گلوگاهی نداریم. در همین راستا بالای 40% اقدامات استقراری هم به پایان رسیده و هیچ گرهی در کار نیست. این رادار در آینده با استقرار نهایی در شبکه یک پارچه پدافندی هوایی قرار میگیره و با برد 2500 تا 3000 کیلومتر میتونیم نفس دشمن رو در پایگاه خودشون رصد بکنیم. طبق گفته فرمانده اسبق قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، با رادار سپهر ما دشمنان رو در دوردست هم رصد و از تعدی اون مراقبت میکنیم و این موضوع شامل کشورها و هدفهای تحت برد این رادار میشه. با برد بیش از 2500 کیلومتری این رادار ما میتونیم نوعی دفاع در عمق داشته باشیم و از آسمان کشور قبل از ورود تهدیدات حفاظت بکنیم. البته مسئولان دفاعی کشورمون اعلام کردن که برد این رادار قابل تغییره و بازه تغییر اون از 800 کیلومتر تا 3000 کیلومتره. گفته میشه که این رادار به تعداد کافی در منطقه های مورد نظر استقرار پیدا کرده تا هر گونه تحرکات احتمالی دشمنان رو با اون رصد بکنیم. بدین ترتیب به پایان این برنامه از حاشیه نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.